اعتراض مردم عراق به آلودگی هوا و پارازی برای دومین بار طی این هفته، تجمع اعتراضی نانوایان در جنوب تهران، حرکت گسترده اعتراضی کسبه بازارچه مرکزی جوادیه تهران، اعتصاب غذای کارگران آلومینیوم‌سازی المهدی در بندرعباس، اعتراض مردم اصفهان به خودداری رژیم آخوندی از تأمین دارویی بیماران، حرکت اعتراضی نمایندگان کشاورزان خراسان اصفهان، دومین روز تجمع اعتراضی خانواده‌های قربانیان جنگ ضد میهنی خمینی در مقابل مجلس رژیم، اعتصاب غذای 7 زندانی در زندان قزل‌حصار کرج، 9 اعدام جنایتکارانه در قم، تهران و اصفهان و فشارهای ضد انسانی بر زندانیان سیاسی و بستگان مجاهدان اشرفی. جمعی از مردم عراق روز دوشنبه 4 شهریور برای دومین بار طی این هفته تجمع اعتراضی برگزار کردند و به آلودگی هوا و پارازیت اعتراض کردند. این تجمع مقابل فرمانداری رژیم برگزار شد. روز شنبه نیز جمع زیادی از مردم عراق در میدان باغ ملی تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند. شماری از نانوایان جنوب تهران در مقابل ساختمان شورای آرد و نان تجمع کردند و به خودداری رژیم از تحویل به موقع آرد دولتی اعتراض کردند. در محله جوادیه تهران در منطقه 16 شهرداری، جمعی از کسبه بازارچه مرکزی که محل خرید اصلی مایحتاج مردم منطقه است، به اخاذی و اقدامات سرکوبگرانه رژیم آخوندی اعتراض گسترده‌ای برپا کردند. تهدید ماموران شهرداری و نیروهای سرکوبگر انتظامی نتوانست تجمع کنندگان را مرعوب کند. آنها دو روز متوالی، یعنی روزهای 3 و 4 شهریور ماه جاری، دست به اعتراض زدند. جمعی از خانواده‌های قربانیان جنگ ضد میهنی برای مطالبه حقوق خود در مقابل مجلس ارتجاع در تهران برای دومین روز متوالی تجمع اعتراضی برگزار کردند. کارگران شرکت آلومینیوم سازی المهدی بندرعباس در اعتراض به ابقای مدیرعامل مزدور این شرکت توسط رژیم آخوندی اعتصاب غذا کردند. به گزارش دریافتی، این اعتصاب غذا در روزهای 28 و 29 و 30 مرداد صورت گرفت. معترضان که در شیفت کاری 7:30 صبح تا 16 بودند، از خوردن غذای رستوران شرکت خودداری کردند. جمعی از مردم اصفهان در مقابل بیمارستان موسوم به چمران این شهر تجمع کردند و به خودداری رژیم آخوندی از تامین داروی بیماران که موجب مرگ 2 از آنان شد اعتراض کردند. این تجمع روز دوشنبه 4 شهریور برگزار شد و رژیم آخوندی از ترس گسترش آن 10 خودروی حامل نیروهای یگان ویژه را روانه این محل کرد. نمایندگان کشاورزان خراسان اصفهان روز سه‌شنبه 5 شهریور در مقابل استانداری اصفهان تجمع کردند و خواستار پرداخت خسارات ناشی از قطع آب زاینده رود به کشاورزان شدند. هفتن از زندانیان واحد 2 زندان قزل‌حصار کرج در اعتراض به شکنجه و رفتار ضد انسانی دشخیمان رژیم آخوندی اعتصاب قضا کردند. این اعتصاب قضا از روز 31 مرداد آغاز شده است. شکنجهگران زندانیان اعتصابی را به سلول‌های انفرادی منتقل کردند. رژیم ضد بشری آخوندی در یک اعدام جمعی روز دوشنبه 4 شهریور ماه 5 زندانی را در زندان مرکزی قم به دار آویخت. روز یکشنبه 3 شهریور نیز 1 زندانی در اصفهان حلق‌آویز شد. 3 زندانی نیز در زندان تهران بزرگ در جاده حسن آباد قم به دار آویخته شدند. این شکنجهگاه جدید و تأسیس است و رژیم آخوندی سیستم به اصطلاح قضاییه را در آن راه اندازی کرده و زندانیان را همانجا محاکمه می کند.
اعدام سه زندانی روز 24 مرداد صورت گرفته و خبر آن تازه درز کرده است. زندانی سیاسی فاطمه مصنع که به همراه همسرش حسن صادقی در تاریخ 13 بهمن 91 دستگیر شده و در اوین محبوس است، در شرایط جسمی وخیمی به سر می‌برد. وی هنگام دستگیری دوران نقاهت عمل جراحی را طی می‌کرد که به زندان منتقل گردید و تحت انواع شکنجه‌های ضد انسانی قرار گرفت. حسن صادقی فرزند مجاهد صدیق غلام حسین صادقی است که بر اثر تحریم‌های پزشکی در اشرف و لیبرتی نهایتاً در بیمارستانی در بغداد به دلیل سکته قلبی جان باخت. وی قرار بود برای پدرش مراسم یادبود برگزار کند که قبل از برگزاری مراسم دستگیر گردید.